دوستان عزیز، در ادامه برنامه امروز قیام ایران برای مروری بر روزنامه‌های امروز حکومتی همراه میشیم با همکارم مسعود. خواهش میکنم مسعود. خیلی ممنون امید. سلام به همه بینندگان عزیز و قیام آفرینان قهرمان در هر کجا که هستید. روزنامه‌های حکومتی امروز یک شنبه 10 تیر توی صفحات اولشون مهمترین تیترها رو به حرف‌های عجزآلود خامنه‌ای برای روحی دادن به نیروهای وارفته‌اش اختصاص دادن و در کنارش دود و دمای اقتصادی دولت آخوند شیاد روحانی همراه با هشدارهای اقتصادی دیده میشه. اما باید گفت که روزنامه حکومتی طبعا هیچ اشاره‌ای به تظاهرات به خون کشیده شده مردم خرمشهر و آبادان نکردند. بعضی از مهمترین تیترهای این روزنامه ها رو با هم نگاه میکنیم. اعتماد خامنه‌ای، نتیجه تسلیم لگدمال شدن است. اخبار سند، خامنه‌ای میخواهند با فشار اقتصادی ملت را از نظام جدا کنند. ابرار، هیئت رئیسه مجلس، تیم اقتصادی دولت نیاز به اصلاح دارد. ابرار، مشاور روحانی، بانک مرکزی مقصر نابسامانی ارزی است. ابتکار، دستور کار مهم روحانی در قلب اروپا. بهار، خواسته زیادی ندارند، آب میخواهند. مطالبه مردم خرمشهر آب شیرین است. بله و البته جواب رژیم هم شلیک و گلوله به مردم خرمشهر. بله مثل همیشه. بله. خراسان، ماجرای خبر انتقال آب ایران به کویت چیست؟ همچین میگه انگار مثلا خبر ندارن، چیز پدیده‌ای به این بزرگی مثلا وجود داره در ایران و اینا نمیدونن ماجرا چیست، داره سوال میکنه. بله. بله، روزنامه باند روحانی به مذاکره با آمریکا و قبول و پذیرش FATF توصیه کردند و اشاره هم دارن به کنار گذاشته شدن موقت ظریف. شرق، علی خرم، خیلی زود مشخص شد شرق و در رأس آن روسیه در حد اروپایی ها هم قصد دفاع از ایران را ندارند و از پشت خنجر زدن مکرر روس ها از هرومن شمس است. تیمی شامل آقایان صالحی و خرازی به اروپا سفر کردند و همان کار تیم دیپلماسی وزارت امور خارجه را انجام دادند. آقای دکتر ظریف هم وقت خود را به نوشتن نامه سرگشاده به دولت مردان آمریکا گذراند تا دوباره فرصت فعالیت پیدا کند. یعنی میگه وقتی که اونا میرن کار اینو میکنن، این مجبور از سر بیکاری بشینه نامه نگاری کنه. مطابق با اصول و رویه های بین الملل و شرایط ایجاد شده، مذاکره و رفع خصومت با آمریکا با در نظر گرفتن منافع ملی و شأن کشور امری مؤثر است. اما این مذاکره باید در زمین بازی روابط دو جانبه باشد و نه در زمین بازی برجام. جهان سنت، نظر به همزمانی مذاکره با اروپا بابت حفظ برجام، به نظر نمی رسد انفعال ایران در تصویب لایحه کمکی به اخذ تصمیمات جدی اروپا در حفظ برجام و مقابله با سیاست های کار افزایانه آمریکا کند، بلکه برعکس انفعال ایران موجب سوءظن اروپا در قبال سیاست های منطقه‌ای ایران خواهد شد. رسانه‌های حکومتی هرچند که اساساً در مورد برگزاری گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس و خبرهای اون سکوت کردند و اشاره مستقیمی ندارن، اما بعضاً غیظ و کینه خودشون رو نسبت به مجاهدین و مقاومت ایران و سوزش فراوان رژیم از این گردهمایی رو به صورت حتی بی‌قافیه‌ای بروز دادن. رسالت خامنه‌ای، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی سه جریان معارض در داخل کشور وجود داشتند. جریان به اصطلاح لیبرال که دلبسته آمریکا و غرب بود، کمونیست های اسلحه به دستی که از هیچ اقدامی ابا نداشتند، و مجاهدین با ظاهر اسلامی و اکنون هم مشغول ارائه خدمات جاسوسی و خبرچینی برای دولت های امثال فرانسه و انگلیس و آمریکا هستند. صفت جاسوسی و خبرچینی اینا که
به خود رژیم شایسته است و داره به مجاهدین. بله. سیاست روس. نخستان که غرب چگونه از بسته حمایتی از برجام میگوید، در حالی که همزمان نشست سازمان مجاهدین خلق در قلب اروپا فرانسه برگزار میشود و مقامات غربی و آمریکایی نیز در آن شرکت میکنند. روزنامه ایران. مدارای کجدار و مریض با FATF از طریق همین قوانین FATF مشخص شده است که آمریکایی هایی که در جلسات مجاهدین خلق ایران سخنرانی می کنند از 10 تا 100 هزار دلار پول گرفتند. این مقررات برای اداره کشور به صورت قانونی و همچنین تنظیم روابط بین المللی بسیار کارگشاست. رسالت مرتضی نبوی. به عنوان یک مسئول آن روزها که صبح از خانه خارج می شدیم انتظار بازگشت نداشتیم. مجاهدین در هدف خود در مبارزه با اسلام و انقلاب راسخ بودند. خب دوستان عزیز، بعد از این زوزه های وحشت از گرد همایی بزرگ مقاومت ایران و همینطور مجاهدین میرسیم به پایان مرور خودمون از رسانه حکومتی. خیلی ممنون که با ما همراهی کردید. من هم از تو تشکر میکنم مسعود.